سلام، سال نو مبارک. امیدوارم که برای همه شما این سال خیلی بهتر از سالهای گذشته باشه و دلتون قرص‌تر از قبل باشه به زندگی. من تشکر میکنم از همه پیام‌های پر از محبت شما بابت جایزه چرخ. این جایزه خیلی برای ما شیرین بود و از اون شیرین‌تر پیام‌های شما. به خودم واجب میدونم که تشکر کنم از همه شما عزیزان. ولی اینکه این جایزه اینقدر برای من شیرینه و برای تیم سیتپور، دلیلش این نیست که ما برنده جایزه شدیم. دلیلش اینه که واقعا صادقانه اینی که به یک وبلاگ علمی جایزه داده بشه خیلی جای خوشحالی داره به نظر من، چون بالاخره به بقیه بخش ها همیشه جایزه داده میشه و حتی بقیه بخش ها توی شکل های دیگه هم ارزیابی میشن. مثلا کسی که کار علمی خوب میکنه به عنوان یک پژوهشگر، بالاخره کارش به خاطر ارجاعات و بالاخره حرفه دانشگاهی توجه لازم رو تقریبا کسب میکنه. یا بعضی ها که علم رو تبدیل کردن به اسبابی برای مثلا تولید محتواهایی که مخاطب زیادی داره و از اون راه امرار معاش میکنن، بالاخره یک درآمدی ازش حاصل میشه و سودش رو میبره. اما وبلاگ نویسی علمی یک چیزیه که تقریبا میشه گفت داره فراموش میشه، به خاطر اینکه خود وبلاگ نویسی هم فراموش شده. وبلاگ به عنوان یک رسانه زمانی خیلی فعال بود، خیلی از آدم‌ها وقت میذاشتن، مطلب نوشتن و بعد کم کم این موج وبلاگ نویس‌ها تبدیل شد به موج شبکه‌های اجتماعی و مردم مثلا اول رفتن فیسبوک و بعد توییتر و حالا هم که اینستاگرام و هر چیزی جای خودش خیلی خوب و مهمه. اما وبلاگ‌ها یک ویژگی‌هایی دارن که با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نیست و میشه گفت که وبلاگ یک مدیوم کاملا منحصر به فرده که قابلیت‌های فنی زیادی در جهت تولید محتوا به آدم میده. من خودم وبلاگ نویسی رو دوست دارم به دو دلیل. دلیل اول اینه که نوشتن رو دوست دارم، دلیل دوم اینه که دستم بازه توی تولید محتوا. و من معتقدم آدم‌هایی که میان سیتپور باید بعد از اینکه اومدن این سایت رو خوندن تجربه خوبی داشته باشن، حس خوشایندی داشته باشن. برای همین اونقدر خودخواهانه نیست محصولی که اونجا تولید میکنیم، اما از اون طرف هم دوست دارم مخاطبی بیاد که با یک اشتیاقی دنبال یک چیزی بوده. برای همین همیشه توی سیتپور ایده این بوده که ما مطالبی رو تولید میکنیم که آدم ها از طریق یک سرچ کردنی بهش برسن، نه اینکه مطالبی رو تولید کنیم که به عنوان مشتری ثابت فقط بتونیم بفروشیمش. دوست داریم که مطالب ما به طور متناوب خونده بشه، دوست داریم که آدم‌های زیادی هر روز چک کنن ببینن آیا ما چیزی تولید کردیم یا نه، ولی هیچ موقع هدف اصلی این نبوده. هدف اصلی این بوده که ما از یه چیزی خوشمون میاد یا احساس نیاز می‌کنیم که راجع به یک چیزی باید بنویسیم، بعد اون مطلب رو با یک فرم استانداردی تولید کنیم، جوری که آدم هایی که در زمان های آینده به این رسیدن بتونن پیداش کنن. به عنوان مثال یکی از پربازدیدترین مطالب سیتپور در همه سال ها مطلبی بوده که من خیلی سال پیش راجع به جزر اومد نوشتم. علتش هم این بود که من خیلی کم سن و سال بودم و هرچی میگشتم هیچ مطلب خوبی راجع به جزر اومد نبود به فارسی و من تصمیم گرفتم که یک مطلب شسته رفته راجب جزر اومد و چگونگیش بنویسم. برای همین همیشه ما نگاه میکنیم آدم ها از جاهای مختلف با سرچ کردن عبارات های مختلف راجب مسئله هدایت میشن به این نوشته و این نوشته رو میخونه.
یا مثلا تجربه ما راجبه اینکه شما در دوره لیسانس فیزیک چه کتاب‌هایی رو میتونید بخونید، چه دوره‌هایی رو میتونید شرکت کنید و فضای کلی چه شکلیه، چه چالش‌هایی هست و شما باید حواستون به چی باشه، این به وضوح نشون میده که آدم‌هایی که اومدن این مطلب رو خوندن دو دستن، اونهایی که دنبالش بودن، سرچ کردن راجبش، یا اینکه نه مطلب ما برای این آدم‌ها ارسال شده به خاطر اینکه توی فعالیت‌های مختلف دانشجویی مثلا بودن یا کسی به کسی پیشنهاد داده. ما خیلی دوست داریم که مطالبون از این جنس باشن، یعنی هدف این نیست که به همه سوال‌های رایج جواب بدیم. به عنوان مثال ما خیلی ازمون سوال شده که یا به همون گفتن چرا مطلب راجع به مهاجرت درست نمی کنید. من هیچ موقع فکر نمی کنم برم راجع به این مسئله ها راستش، چون خوشم نمیاد و خیلی سلیقه است راستش. ایده ما در سیتپور تولید محتواهایی که تولید کنندش ازش احساس رضایت داشته باشه قبل از هر چیز. یعنی یه آدمی فکر کنه چیز بامزه است میاد راجبش مینویسه یا ویدیو درست میکنه و خیلی از اوقات ما احساس نیاز میکنیم که مثلا الان باید راجب این صحبت کنیم. به عنوان مثال تابستون امسال من کاری که سالها به نظرم باید انجام میشد رو به کمک بچه های مختلف از گرایش های مختلف فیزیک انجام دادیم. یک مجموعه ویدیو درست کردیم، یک سری پخش زنده داشتیم با آدم های مختلف که دانشجوی دکترا یا پستاک بودن، توی گرایش های مختلف فیزیک صحبت کردیم، ویدیوها رو ضبط کردیم، منتشر کردیم و تقریبا یک مجموعه خوبی شد. مجموعه کاملی نیست چون بعدش من دیگه فرصت نکردم و دیگه هم نشد. مثلا راجع به چه می‌دونم اطلاعات کوانتوم هیچ موقع ویدیو نساختیم و خیلی هم درخواست بود راستش، فرصت نشد، شاید تابستون دیگه. ولی فکر کنم راجع به 8 تا 9 تا گرایش فیزیک ویدیوهای خیلی خوبی ساختیم و به نظرم این چیزیه که جاش خالی بود و مردم باید ببینن. یه چیز دیگه اینه که من راجع به سیستم‌های پیچیده شخصا دغدغه دارم و سعی کردم توی این سال‌ها راجع به سیستم‌های پیچیده زیاد بنویسم و همونطور هم که گفتم زبان فارسی برای من مسئله اوله. زبان فارسی مهمترین بخش هویتی منه و به نظرم اگر آدم‌ها وقتی خصوصا در سن‌های پایین میخوان مطلبی رو یاد بگیرن و اون مطلب رو به زبان بیگانه یاد بگیرن، کم کم این احساس درشون پیدا میشه که این مطالب و این موضوعات برای خارجی هاست. اینی که این چیز رو از آن خود کنیم، این که شما یک پروسه از یادگیری رو از آن خود کنید، توی مرحله اول باید اون رو به زبان مادریتون یاد بگیرید به نظر من. خصوصا جامعه ما که بچه های ما انگلیسی صحبت کردن از بچگی یاد نمیگیرن به طور حرفه‌ای. و بعد مرحله بعد اینه که سعی کنی با تمرین حل کردن و عمیق شدن در اون مطلب اینقدر به اون مطلب ور بری که بشینه تو مغزت. اون موقع میشه شما میشید صاحب آن آگاهی، شما میشید صاحب اون مفهوم علمی برای خود شده. ولی قبل از اون به نظر من خیلی مهمه که ما بتونیم مطالب علمی رو به زبون فارسی بیاریم و این به نظرم یک وظیفه‌ایه که بر اهل علم هست. یعنی همه ما ایرانی هایی که سالهای سال حافظ رو گذاشتیم سر سفره هفت سین، شاهنامه رو گذاشتیم سر سفره هفت سین و به این چیزا افتخار کردیم، الان وظیفه داریم که به زبان فارسی مشارکت کنیم و مشارکت ما در زبان فارسی اینه که محتوای مفید درست کنیم. قبل از اون وظیفه‌مون اینه که غلط املایی رو کم کنیم توی نوشتنمون. این همه فاجعه‌ای که آدم توی توییتر می‌بینه اینا کم بشه، اونا که اصلا گفتن نداره. ولی آدم‌هایی که مثمر ثمر هستن، آدم‌هایی که میتونن مشارکت کنن در زبان فارسی، باید این کارو انجام بدن. درسته که زبان علم بالاخره زبان انگلیسیه و آدم‌ها در سن‌های بالاتر مجبور میشن که سراغ اینجور مطالب برن، ولی این اصلا ربطی به این نداره که ما محتوای خوب فارسی نداشته باشیم. ما باید یک عالم سایت خوب فارسی داشته باشیم، یک عالم کتاب خوب فارسی داشته باشیم و این خیلی مهمتر از اونه که هی همش راجع به این حرف زنیم که نه همه باید همیشه به انگلیسی یاد بگیرن. اون جای خود، اون جای خود، ما به عنوان ایرانی با یک سابقه درخشان در علم در گذشته، اگر دوست داریم که چیزی رو
اضافه کنیم به اون چیز گذشته که اینقدر حرف راجبش میزنیم، خب باید تولید کنیم یه چیز جدید. ما باید کتاب‌های خوب داشته باشیم، حرف‌های خوب بزنیم به فارسی، به فارسی ارزشمند، نه فارسی که مردم از شنیدنش خسته بشه. یه نکته دیگه که به نظرم راجب سیدپور مهمه، سیدپور وابسته به هیچ سازمان یا چه میدونم یه جایی که ازش پول در بیاد نیست. ما خودمون بودیم و خودمون همیشه، یعنی ما حتی ما کوچکترین تبلیغ نشون نمیدیم توی سیدپور. سایت ما هیچ موقع تبلیغ توش نبوده. توی اینستاگرام ما چیزی رو نشون نمیدیم. حالا اینستاگرام خودش شاید کاری بکنه، ولی خب ما از این چیزا پول در نمیاریم. کاملا فرایندهامون تا اینجا فرایندهای دلی بود و یک بنیاد ناسود دهیم واقعا، یعنی ما پول در نمیاریم از این کار، ولی خب همیشه لطف آدم‌های مختلف با ما بوده. آدم‌هایی که توی این سال‌ها به ما توی پرداخت هزینه‌های اداره سایت کمک کردن. ما هر سال یک سری هزینه داریم بابت هاست و دامنه و بالاخره این چیزی که روی وب هست باید پولش از یه جایی بیاد و معمولاً سال‌های گذشته آدم‌های مختلف کمک کرد. و اینی که ما به جای وابسته نیستیم، منظورم این نیست که ما خوشحال نمیشیم کسی بهمون کمک کنه. ما هر آدمی که یا هر سازمانی، هر نهاد حقیقی و حقوقی که از راه حلال پول در آورده باشه به ما کمک کنه، ما خیلی خوشحال میشیم، دستشم به گرمی میفشاریم. برای همین اگر دوست دارید به ما کمک کنید، میتونید برید صفحه حمایت از ما. راه مختلفی هست، ریالی، دلاری، معنوی، مادی، همه جوره. و تشکر باید بکنم از همه نویسنده های سیدپور، آدم هایی که توی این سالهای مختلف اومدن و مطلبی نوشتن، دوست ما شدن و سیدپور رو به اینجا رسوندن. تشکر میکنم از امید مومنزاده، تشکر میکنم از برسام کرباسیون. این دو نفر پشتیبانی فنی بودن و امید به طور خاص پشتیبانی علمی در بعضی از پست‌ها. از بابک اسدی هم باید تشکر کنم. بابک هم توی قسمت فنی به ما کمک کرده و قراره بکنه بازم. یه تشکر ویژه میکنم از محمد مهدی موسوی، هم به خاطر اینکه زحمت کشید رفت جایزه رو گرفت، هم به خاطر بودنش در سیدپور و فعالیت‌هاش و علاقه زیادی که به نجوم و ترویجش داره. تشکر میکنم از سعید ازاره که به کمک اون ما تونستیم مجموعه ویدیوهای سال گذشته رو آماده کنیم. بدون کمک سعید بخش زیادی از فعالیت‌های من توی سیدپور احتمالاً لنگ میموند. ممنونم از همه شما، ممنونم از شمایی که حوصله میکنید، وقت میذارید و این مطالب رو میخونید، نظر میدید و گاهی وقت حتی قور میزنید و ما سعی میکنیم اصلاحش کنیم. من میدونم که سایت سیدپور به خاطر سری از مسائل فنی توی ایران به کندی تازگی یا باز میشه. انشالله اینا هم برطرف میکنیم. امیدوارم سال خوب براتون پر از اتفاقات خوب باشه و امیدوارم وبلاگ های علمی بیشتر بشن. یعنی این جایزه کاش سبب این بشه که 4 تا 5 تا وبلاگ خوب دیگه بیاد. کاش آدمای جوان تر بیان. من از خودم آدما بیان به تیم ما اضافه بشن، ولی همون قدم خوشحال میشم وقتی میبینم این وبلاگ علمی درست حسابی جون گرفته و داره کار میکنه. در پناه خدا خوب و خوش باشید.